بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. بینند و شنونده برنامه اسلام اقلان از شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشحال هستم باز هم عبدالبشیر سیرت با تقدیم برنامه اسلام اقلان بگونه زنده مستقیم در خدمت شما هستم. امیدوار هستم هفته ها روزگار ایام به خوبی سپری شوه و خوشی ها از آن همه ما شما باشه. باز هم برنامه اسلام اقلان تا ساعت یک به وقت کابل بگونه زنده مستقیم تقدیم شما میشه. تمنای همراهی تنها دارم. آیاتی را که در آغاز خواندم ترجمه ایشی است که آنان که دوست می‌دارند که در میان اهل ایمان کار منکر اشاعه و شهرت یابد، آنها را در دنیا و آخرت عذاب دردناک خواهد بود. این متوجه همه ما مسلمان ها است، مخصوصا اهل رسانه ها بیشتر باید متوجه ما باشیم. کاری باید کنیم که خدای نخواسته به خاطر ترویج فحشا و منکر دست نداشته باشیم. و اگر چنین روشی می داشته باشیم، خداوند واضح در قرآن کریم بیان کرد که ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. عذاب دردناک است، هم در دنیا و هم در آخرت. دنیا گذران هست، بالاخره ما از این دنیا میریم، اما باید توشه و دستاوردی داشته باشیم تا سبب رستگاری ما هم در دنیا و هم در آخرت شود. سر صداها در صفحات اجتماعی مخصوصا فیسبوک بسیار بالا شده. امیدوار هستم تمام اهل رسانه ها ای آیات قرآن کریم با دقت کامل در نظر داشته باشند. باز هم جناب استاد مفتی صاحب محمد ولی حنیف استاد دانشگاه و مشاور ارشد وزارت عدلیه در بخش قانون گذاری مهمان ما هستند و با ما در استودیو. ازشان معذرت میخواهیم که من پر حرفی کردم در آغاز در حضورشان. خوش آمدین جناب استاد. سلامت باشین. شما با سلامت باشین. خب یک مسابقه هست در ولایت هرات باستان به تاریخ 11 ماه حمل ساعت 8 تا 11 صبح ای از طرف یکی از مجموعه علمی برگزار شده. دوستان میتونن که از تاریخ 2 اهود تا 29 اهود ثبت نام کنن. اولین امتحان یا آزمونشان هست به تاریخ 11 ماه حمل از ساعت 8 تا 11 صبح. مکانش هست چارای معارف تالار مولانا جالدین محمد بلخی. من سفر یک به ولایت هرات و باستان داشتم. مجمع امام غزالی این مسابقه بزرگ سیرت نبی صلی الله علیه و سلم برگزار میکنه. دوستانی که علاقمند هستن اشتراک کنن، جایزه بسیار خوبی برشان در نظر گرفته. برای برندگان خداوند همه ما و شما را توفیق نصیب بگردانه تا در راستای نشر و پخش مسائل اسلامی تلاش ما و کوشش ما بیشتر و بیشتر شود. خب جناب استاد آغاز میکنیم با شما. پیش از اینکه من سوالات مطرح کنم، شماره تماس ما 020-220-1093 در خدمت شما هست. همچنان صفحه فیسبوک ما اسلام فاصله و فاصله قرآن در خدمت شما. هر سوال و نظری که داشتین ما در خدمت شما. تماس شما را زمانی که همکارا با ما وصل میکنن تلاش کنین که صدای رادیو و یا هم تلویزیونتان را به طور کامل قطع کنین. خب یک سوال بود جناب استاد، یک بخش در هفته گذشته هم شما پاسخ گفتین. پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم به یقین کامل که بخشیده شده است و گناهی از او سر نزده. زمانی که ما درود میخوانیم و کار نیکی را انجام میتیم، میگیم ثواب از این برای پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم برسه، این چی پیام میتونه داشته باشه؟ بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید پیغمبر اسلام واقعا معصوم هستن از گناه های کبیره و صغیره. به اساس آیت قرآن کریم انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تاخر. ولیکن پیغمبر اسلام عادت مبارکشی بودن که وقتی که قربانی میکردن در مصواب قربانی یک حصه ای از طرف خود و یک حصه ای از طرف امت خود که ثوابش به امت برسن. و وقتی که یک امتی یک عمل صالحه را انجام میتن، سنت یا نفلی را، و او را ثوابش با پیغمبر اسلام، این کمال محبت امتی را با پیغمبر نشان میده. بله. یک موضوع و دیگه به خاطر رفع درجات خود از امتی. پیغمبر خود نیاز نداره. بله. این کمال محبت امی امتی را نشان میده که نسبت به رهبر خود داره. بنابراین در یک حدیث همه از هر چیز بیشتر ما را باید بله بله بله. سلامت باشین. خب یک سوال برادر بود جناب استاد که گفتن من در یک دکان مستریخانه کار میکنم. زمانی که مشتری یک موتر به خاطر ترمیم میاره، او موتر اساسا جور می باشه و خلیفه دکان بر ما یا استاد ما بر ما میگه که برای مشتری بگو که مثلا موترت فلان پرزش 200 افغانی مصرف داره، در حالی که او پرزه اصلا کار نمی باشه بر موتر و من این گناه را انجام میدم.
این شاگرد مستری پرسان کردن که آیا ما هم مرتکب گناه و خطایی میشیم یعنی به خاطر اینکه حرف حرف استاد ماست. ببینید در اسلام در برنامه قبلی گفتیم که کار عبادت است خب مطابق اساسات اسلام باشه. بله. حتی در ورکشاپ مستری که اگر به اخلاص و صداقت کامل کار بکنن و صداقت داری و امانتداری عیناً عبادت است. در صورتی که اونجا خیانت میکنه، غل و غش میکنن، دروغ میگن طبعا گناه است. بازی کارشان عبادت شمرده نمیشه، خیانت از بلای جانشان. پیغمبر که گفته من غش فلیس منا، یک قاعده اون بیچاره شاگرد مستری است. اگر شاید اگر می بگفتی استاد خدا کنه شاید بکشی جزا. ببینیم در فضای صمیمت ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، دروغ گفتن گناهی کبیر است و امر به دروغ، اعانت به او، کمک کردن کلش گناه است. با مو استاد خود قناعت بتن پیسه حلال یک روپی حلال بیشتری فایده زیاد داره نسبت به صدها روپی حرام. باید در این رابطه از استاد سلامت باشید پیروی نکنم. چنان تعویضات موثر است و آیا ضرورت میشه که یک شخص بنابر مشکلی تعویض با خود داشته باشد؟ از نقطه نظر شریعت ببینیم خود مسئله تعویض پناه خواستن، انسان به خدا پناه بخواهد. از نقطه نظر شریعت ای است که امو از کار شرعی هر مسلمان زن و مرد باید خودش یاد داشته باشد. هیچ ضرورت به نوشتن تعویض پیدا نشه. در وقت مثلا از کار شریف آیت کرسی شریف، چهار قول شریف و در هر موضعی که به امو آسا ورد و از کاری که آمده است پیغمبر اسلام نقل است انسان مسلمان امور را بخوانم این کفایت میکنه. اما در صورتی که برای کودکان و به خاطر کسایی که کبرسن است بعضی تاویزای شرعی که الفاظ قرآنی باشه، احادیث صحیحه باشه و مسخ به الفاظ عربی باشد در حد مجاز علما فقها گفتند. اما در کل تعویض نویسی که یک تجارت دکان داشته باشند تعویض بدن یا در شریعت علما بسیار نظر ندارند. وی کسی که تعویض میده ای باید متقی و پرهیزگار باشد. از خود شرایط دارم. بله بله شرایط دارم. یک هر کس استاچا دکان جور کنه. بیننده برنامه اسلام افغان به گونه زنده و مستقیم از شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید هستید. صفحه فیسبوک ما اسلام فاصله و فاصله قرآن هست. بین دمی کامرا ولی دوستای باش کمی دایرکت کنم. 020-220-993 در خدمت شما هست. تماس بگیرین به برنامه و سوالی که دارین بپرسین. حفیظ الله برادر روی خط تلفن هستن. بله بفرمایید برادر عزیز. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرما. بله سلام علیکم. آواز شما را دارین بفرمایید برادر. بله ما حفیظ الله هستم از ایران بتماس شدم. ما از مولای صاحب یک سوال داشتم. همین چند وقتی است یک بچه که مرا بردن اختطاف کردن او را شهید کردن اون پلتی مارا گرفتن یگان شا او در خواب می همین بر مولای صاحب بودن که من چی کنم در باری از او دین روز خواب دیدم که آماد با دریشو در پیش مامات بسیار گریان کدم و او را بسیار نوال چی کنم باز از پیش مرا نمیفهم چی کنم من میره مولای سیمی بگوشی که تو سلامت باشید یک بچه بیسی یک سالی بچه جان که مره بودن اختطاف کردن خداوند همین بیاد این میره و هرشون به بگیرم بیاد این میره بره مولای سیمی بگیم که میره من چی تو کنم قربان شما سیمی بسیار زیاد پرشان هستم سلامت باشید مولای سیمی بگیم که یک رای حالا بره من شما بتا خداوند بر شما صبر جمیل و بر ظالما جزایش هم در دنیا و هم در آخرت نصیب بگردانه بفرمایید جناب استاد هر شما شنیدین در رابطه با تأمین امنیت که یکی از حقوق اساسی و واجب اتباعی کشور است که مسئولین اولیای امور باید در این رابطه در تأمین امنیت شهروندان مسئولیت جدی داره به اساس قانون اساسی و قوانین نافذه کشور خداوند کریم اونها را توفیق بده که مسئولیت نفس و مال و جان هم افغان باید مسئول باشه و دیگه در قسمت اختطاف جرم است قوانین باید تطبیق شه مجرمین باید به شد مجازات چیزی که قانون پیشگویی کردن و به این برادر از نقطه نظر شریعت ببینین که هر نوع بلاهایی که میان انسان باید صابر باشه ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا الیه راجعون شما صبر و شکیبایی بکنین به خدا بسپارین و دیگه راهی نداریم صبر و شکیبایی دیگه او از خدا بخواین اجر و پاداشش توکل بر خدا بکنین و برای مجرمین و خداوند کریم جزایش هم در دنیا میده و هم در آخرت هم از جامعه بله بله. که طفل یا پسر نوجوان یا جوان نظام ما ارگانای عدلی و قضایی امنیتی مکلفیت دارن در برابر مجرمین که دست گرفتار بکنن با مو مجازات که قانون پیشگویی کده باید برسن سلامت باشین از نوات فامیلی شهر کابل
تماس داریم. بله بفرمایید. بله. سلام خواهر عزیز، بفرما. بله، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرما خواهر جان. میشنیم بفرمایید. سلام خدمت مولای صاحب، من یک مشکل داشتم. تقریبا یک سال پیش یک دخترکم فوت کرد، یک چهار ماه بعد از او یک چند وقت میشه که یک تو بچه کم پیش از پیدا شدن از دنیا رفت. من میگن که تو این همی کالای طفلای تک به مردم میتی، از او خاطر است که طفلای تسق میشه و تاویزی میباشن، تاویزش بر شما میگرده. چه قسم یک قسم یپا مفتون، یک بار از شما مشوره بگیرم که یپا در دین از جواز داره، یکی دیگه یک بند بگیری. آها خواه، بند پخته به سلایام بند که میگیرن پیش ملاو چیزا. سی سلامت باش خوار جان. تشکر، سوالتان گرفتیم. تعداد سوالات زیاد هست، انشاءالله سوال شما را گرفته جناب استاد پاسخ میگن. خب بخش اول سوالشان کمی اگر کوتاه واضح بسازین جناب استاد، سوالشان چی بود؟ آخر ما سوال کردن که یک طفلش به حساب دختر بودن وفات شدن، بعد از او یک طفل دیگر خدا نصیبشان کردن، اون هم قبل از پیدایش وفات کردن. و مردم بیان که دیدن بند فلان زیارت است، یه چیز از لحاظ شرعی یقیدا غلط است. ببینید مرگ و زندگی به دست خداست. بله. کل امت اجل ازا جا اجلهم فلا یستخیرون ساعتم ولا یستقدمون. دین اسلام دین صحت است. اسلام به پیروان خود امر میکنه تداووا یا عباد الله، شما تداوی بکنین. ببینین خواهر عزیز به یک دکتر متخصص که در بخش نسایی ولادی است مراجعه بکنن، معاینات دقیق به حساب که قلت کدام مواد در وجود از خواهر است، نسبت کدام امراض وجود داره به حساب از لحاظ شرعی دینی همی است که به یک دکتر متخصص نسایی ولادی مراجعه بکنن. و خیلی مسائل صحی است، الحمدلله فعلا طبابت خیلی پیشرفت کردن. و این مسئله که در بند فلانی تعویض است یا زیارت است، خود این بند خام و پخته اساس شرعی نداره، این شرک است، باید از اجتناب بکنید. سلامت باشین. خب یک سوال هست، من معذرت میخوایم، از یک دوست ما از هلند فکر میکنیم سوال مطرح کرده بودن دو سه هفته قبل. گفتن دخترم در یک دکان بیر فروشی کار میکنه و این بیر شراب گت نداره، بیر خالص هست. از پولی که به دست میاره از معاش خود میخواد به حج بیت الله شریف بره، آیا حجش میشه نمیشه؟ ببینید جناب سیرت صاحب، مسئله شراب مطلقا در شریعت با اساس آیت 90 سوره مائده که رجس من عمل شیطان فاجتنبوه حرام است. یک قطره شراب و یک فیصد 100%، اما حکمی است که حرام است. فعلا به حساب اگر نامش تغییر بدیم به نام بیر، اگر 1%، 2% هم در او شراب باشه حرام است، از او باید اجتناب بکنیم. اما اگر مسئله نوشابه چیزایی که مسئله شراب نباشه و در حد شراب نرسه اشکال نداره. و در صورتی که بیره که فعلا در بازار است، تا جایی که به حساب معلومات داریم، مسئله فیصدی کم شراب در وجود داره. اگر عید نباشه شراب باز مشکل نداره؟ ببین وقتی که شراب نباشه خودگان نام نوشابه پیسا. وقتی که اگر شراب بود و حرام است، پولش هم حرام است، حج نمیشه، باید از پول حلال باید حج بکنه. سلامت باشین. یک برادر از یکی از ولایات افغانستان پرسیدن که در یکی از ولایات من یک درخت چهارمغز داشتم، تعداد چهارمغز معلوم نبود که در این درخت چی مقدار چهارمغز است، اما من امو چهارمغزش 25,000 فروختم. عشر از امیره چگونه ما باید بتم؟ از پولش بتم و مقدار چهارمغز خود چون فروخته شد رفت؟ از نقطه نظر شریعت ببینیم به اساس دو آیت قرآن کریم فقهای احناف میگن که ای والذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لکم من الارض. و آیت دوم در سوره انعام سپاره 8 است، و آتوا حقه یوم حصادی. عشر یکی از عبادات مالی است که بالای هر مسلمان واجب است. وقتی که حاصلات زمین خود میگیره، اگر غلجات باشه گندم و جو، اگر میوجات باشه یا سبزیجات باشه، مطابق قول و قول و نظر امام ابو حنیفه در اونجا نصاب شرط نیست. وقتی که اینجا چهارمغز و درخت ببینن، مثلا تخمینی چند سیر شده؟ در هر سیرش در 10 سیر 1 سیر سرش لازم بشه. وقتی که فروخ پیش از فروختن باید اول عشرش بده باقی مانده‌اش بفروش. سلامت باشین. یک خواهر از یکی از ولسوالی های ولایت کابل تماس گرفتن. بله بفرمایید. بله سلام. علیکم السلام و رحمت الله. بفرما خواهر جان. استاد محترم خوب هستین؟ آه تشکر. بفرمایید. من یک سوال داشتم. میشنیم بفرمایید.
چیز بله چیز نامیه هایتی که میرم یعنی غذای هر کس که باشه در جانم نمیشنه هایی که برمیشه نمیشه آه. تشکر خور جان سلامت باشین جان اگر پس زودتر کش کنین مطرح کنین در یک تماس 15 ثانیه چرا بناحق یک دقیقه فرصت شما پول شما امضای میشه وقت گرفته میشه این مهمتر از همه است سوالشون اگر تین جان سوال ببینیم به اساس آیت قرآن کریم یا ایوه الذی آمنوا لا تحرموا طیبات ما حل الله لکم به هر مسلمان لازم است که مو غذایی را که حلال است پاک است شریعت گفته او باید او را حلال بدان شک و شبهه در او نداشته باشه حتی با پیغمبر اسلام در رابطه با معسل یا ایوه النبی و لما تحرم و در هر مجلسی که میرین اگر طبیعتتان نگرف و غذا را نمیخورین هیچ باید رد نکنین تعنل بیسا اگر اشتیاب بودن بخورین در غیر از او چیزی حلال حرام دانستن یا از او اجتناب کردن این خلاف شریعت یک گپ دیگه از جناب استاد که کبر میشه در بعضی موارد که یک کس یک چیز خوردین جا بیاره اگر سر از او کبر میکنی این میخوری خب باز امو اخلاق باز از نقطه نظر شریعتی ایها الناس کلوم مما فی الارض حلالا در هر جایی که دعوت کردین اجابت دعوت مشروع در خانه یک مسلمان که دعوت میکنن دعوتشان مشروع باشه حلال باشه باید به خاطر تیب خاطر به خاطر خوشحالی هم دوستایتون باید صرف تمام باشه تشکر خب باز هم سوال بیرونی هست بیرون از مرز خانم ها بیشتر چادرهایی را می پوشند که مویشان معلوم می شود یعنی نازک است آیا این نوع چادر پوشیدنش درست هست یا نه اصلا نمی گاچ که میگن جناب استاد چادرای اگر در نماز می باشد چگونه از نقطه نظر شریعت به اساس آیت قرآن کریم یا ای ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن حجاب یک فریضه اسلامی است یک فریضه اسلامی از بالای خواهرها یک مضمون مستقل است باید حجاب مثل نماز وار عقیده داشته باشد نماز خواندی ثواب نخواندی گناهگار اگر حجاب مراد نکردی مثل نماز وار که تارک نماز گناهگار میشه حجاب چی است امو لباسی که تمام بدن خانم مستور باشد چادری که نازک باشد مو در فقه حنفی موی خانم عورت است خصوصا در وقت نماز یا ای نبی یا بیا بنی آدم خضو زینتکم عند کل مسجد بهترین لباس مستور محجوب باشه در پیشگاه پروردگار که مناجات میکنن باید با مو لباسی که مناسب شانشان است باید مستور باشه در مورد خشوع و خضوع در نماز چه باید کرد که نماز با که نماز با تمام حواس ادا شود راهی را گفتن شما گفتین ما عملی کردیم اما باز هم در نماز حواس سر جایش نمی باشه خب سوالشان دنباله هم داره از این میگزیم بفرمایید قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون به اساس از این آیت قرآن کریم مؤمنای واقعی کسایی هستند که نماز میخوانند خشوع دارند خشوع دو اصطلاح است خشوع و خضوع روح نماز است اگر در نماز که خشوع و خضوع نباشه و نماز روح به حساب اثر مرتب به او مرتب نمیشه خشوع به حساب اما عاجزی که در به حساب در اندام ظاهری می باشه یعنی وقتی که نماز می خونین حرکات بی جا را باید انجام ندین و خضوع از قلبن به حساب وقتی که انسان نماز می خونه باید فکر بکنن که انت عبد الله که انک ترا که مت خدا ما خدا را می بینم و اگر قدر تقویت به کمال درجه نرسیده خب این فکر کو خدا خو مرا می بین اینا رو به خاطر از اینکه خشوع و خضوع در نماز داشته باشیم غذای حلال جای اساسی رو رول داره مسئله آداب شرعی را که در نماز پیش از نماز باید روزوی سه آدم بگیرن و در نماز اما آداب شرعی اعوذ بالله بسم الله گفتن اما مسائل آداب ظاهری را و دیگر فکر کنن که مدام نماز حقیقت مناجات و گفتگو با پروردگار میکنیم این عقیده را برای خود پیدا کنن که نماز خواندن گفتگو وقتی که با کسی که مخاطب گپ میزنین چقدر تماس چشمی داشته باشین متوجه میباشین گونه ها چی میگن الحمدلله رب العالمین و دیگر چیز بسیار مهم که در خشوع و خضوع که رایش است ترجمه نماز یاد داشته باشیم وقتی که تو الحمدلله رب العالمین میگی که باید بدونی که ما چی میگم در مقابل هر جمله خدا جواب تبید اینا راههایی که باید ما خشوع و خضوع بیاریم مسئله ترجمه نماز یاد داشته باشیم غذای حلال و مو فرایض واجبات و سنن و مستحب شبه حساب انجام بدیم و این قابل تشویش نیست قربان شما این نکته آخر قابل تشویش نیست این نکات هم در نظر بگیریم باز اگر خشوع و خضوع شیطان دشمن انسان است وسوسه و چیزا و ایسا سلامت باشین صدف خواهر روی خط تلفن هست بله بفرمایید خواهر جان سلام برادر علیکم السلام سلامت باشین بفرمایید میشنیم برادر سوال است من مادر ما درست قرآن شریف بلد اما تجویری یاد نداره این در این صورت نمی قرآن خواندنش قبول میشه یا نه تشکر خورق خانم آفرین که همه تو خوب جان سوالت
خوبتر مطرح کردید. من از اول صدا هم داشتم که مادرم دعا کنه همیشه فشارش بالا نباشه. شما خواهش دارم که دعاتون رو با ما انجام بدید. خداوند صحت مادر جان خوب بگرداند. دعا با جناب مفتی صاحب است چون اهل تقوا هستند. خب بفرمایید جان صاحب. ببینین ورتل القرآن ترتیلا. قرآن شفاست، هدایت است، رحمت است و یکی از حقوق قرآن بالای مسلمان ها چی است که با او ایمان و او را باید تلاوت درست بکنن. خب هر موقع تلاوت میکنن به حساب اجر پاداش خدا برش داده میتاره میده و حتی می دیدن قرآن عبادت است که یاد ندارم دست خدا با قرآن یا می عبادت است. خب کوشش کنن که تجوید هم یاد بگیرن ان اضافه. اما برای یک آدم کهنسال مشکل از جناب صاحب دیگه فعلا به مو اگر قواعد خاص تجوید یاد ندارن مطابق متلاوت کرده میتونه خداوند کریم در مقابل هر حرفش ده ثواب نیکی برشان داده باشه. همین سوال از جناب استاد در یادداشتای من هم است که یک گفتن که مادرم سنش از پدر یا مادر بوده که سنش از 90 سال بالا هست در وقت نماز کلمات قرآن کریم درست ادا کرده نمیتونه. از زمانی که برش میگیم هم قسمت چون سن سالش بیچاره بالا از هیجانی میشه و احساساتی عمل میکنه. از نقطه نظر شریعت اول خب خداوند کریم و شما را توفیق بده که در دوره مکلفیت و جوانی خود دین هم و اساسات دین از ضروریات دین یاد داشته باشیم. مسائل نماز، صورت های نماز به شکل درست. اما در وقت کهنسالی که به حساب اونها باز معذور هستن به مو شکلی که کوشش کنن که اصلاح شن ولیکن خدا قبول میکنن. گرفتن پدر وکیل در نکاح شرط است؟ صلاحیت های ازی چی است و این وکیل کدام ویژگی ها را باید داشته باشه؟ از نقطه نظر شریعت به حساب وقتی که در عقد نکاح اصل شرعی است که خود عاقده این ناکه و منکوه خودشان عقد نکاح بکنن. این شرعی است. و وقتی چه قسم عقد نکاح کنن؟ مثلا ایجاب و قبول دختر و پسر روبرو باشه؟ بله دختر و پسر با مو محارم شرعیشان در مجلس باشه اشکال نداره. اصل شریعتی نمی است. دوم اگر خودشان نمی کنن ولایتن مثلا اگر صغیر و صغیره باشه باز پدر و پدر کلان حق دارن. صغیر و صغیره منظورتان چی است؟ دختر و به حساب دختر و پسر که سن قانونی خود به حساب پر نکرده. سن قانونی خصوصات جواز داره در صورتی که پدر و پدر کلان باشه صحیح تصرف هم در فقه هم در قانون مدنی و در صورتی که به حساب خودش عاقده عقد ایجاب قبول نمیکنن وکیل که اهلیت کامل داشته باشن مثلا عاقل بالغ صحتمند باشه. صلاحیت از چی از جناب صلاحیت هم نفتن در مسئله مهرشان به حساب وقتی که ایجاب قبول میکنن تعیین مهر. سلامت باشین. از کدام ولایت همکارا تماس داریم؟ بله از پل خمری. بله بفرمایید. سلام. علیکم السلام و رحمت الله. بفرما برادر جان. از پل خمری براتون تماس کشتر مولایی سر یک سوال کردم سیاستر نماغه علا و آرام گفت که میخورم اما تو در سلام نمیشینه. امی کسی که الان امی توزی نماز نکنه بیخی مشتک باشه مثل یک دره به نام داده کیان است توزی نمیکنه نماز نمیخوان مجد ندارن اما نون از اونه که میخوری به چی اضافی نامشون ملال بیریم عراق. تشکر برادر جان. نام منطقه را نگیمی بسیار خوب هست اما نزاکت ها باید مد نظر گرفته شود. خب بفرمایید سوال از نقطه نظر شریعت ببینن که اول خو احترام با مذاهب داشته باشیم اما اقشار و ملت ها و اقوام و مذاهبی که در کشور زندگی میکنن قانون در محدوده قانون البته احترام داشته باشیم ولیکن نان و غذای مسلمان که مسلمان باشه طابق شریعت از ضروریات دین منکر نباشند حلال است هیچ اشکال شرعی نداره و کسایی که از ضروریات دین چی است همو آمنت بالله که اشیای مؤمن بهی با او عقیده داشته باشند نماز بخوانند ارکان دین نماز روزه و زکات هیچ اشکال نداره ولیکن اگر خلاف شریعت باشه و هر دین و مذهبی که باشند باز مسلمان ها باید اجتناب بکنند. سلامت باشین. یک برادر از خارج پرسیده بودن جناب استاد گفتن در یک دکان کار میکنم گذشته از اینکه در دکان اشیای ضروری به فروش میرسه شراب هم است کار کردن مده دکان چگونه است؟ از ولا تعاونوا علی الاسم ولا عدوان. شراب حرام است. واردات، صادرات، خرید، فروشش حتی مشاگرد هتلی دکاندارش لعنت خدا و رسول سر همش است. باید انسان اجتناب بکنه. کار حلال بیسه. یک سوال تکنیکی از جناب استاد خود کسی که سوال مطرح کرده استاد فکر میکنم یکی از دانشگاه شاید باشه گفتن که شما گفتین که کسی که حرام بخوره طاعتش قبول نمیشود پس انسانی که حرام میخوره دیگه چی نیاز است که طاعت عبادت ببینیم به اساس آیات قرآن کریم این ما یقبل الله من المتقین بله و حدیث شریف ان الله طیب لا یقبل الا طیبا یکی قبول شدن نماز است یکی ذمه فراغت ذمه است. مثلا یک مثال میدیم نمازش ذمه‌اش فارغ میشه ولیکن امو اثرات و فضایل نصیبش نمیشه در یک صنف 30 نفر شاگرد است در او یک 5 شاگرد ناکام میمانه ولیکن در درجه خوا نمیه و
ولیکن سال تیر کردن. یک سال در پونت ارتخا، ولیکن بین می کسی که نماز میخوانن غذایش حلال نیست، زمیش فارغ شد. ولیکن امو اثرات و برکات و فیوزات فضایلی که یک شخص مسلمان غذای حلال بخور از او قبول میشه به این نصیب نمیشه. سلامت باشین. شما هستید. سلامت. تشکر. چندین سوال از یادداشت های امروز بازمان که پرسیده شود چون فرصت تمام شد. دوستای عزیز صفحه فیسبوک ما اسلام فاصله و فاصله قرآن 488 همچنان بعدش کلید 4 و بعدش 8 افشار بود این سوالی که داشتید ما در خدمت شما. پس از وقت در خدمت. خوش آمدید. ادامه اسلام قرآن با گونه زنده مستقیم از شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید بینده هستید. روز پنجشنبه تکرار برنامه را می دیدم. خودم دیگه وقت فرصت برابر نمیشه. کمک برای پیشانی ما ترش بود. نمیفهمم که مشکل چی است. کمک برای خدای نخواسته دیر دوستات و برداشت منفی نکنن. حتما امیر فضای استودیو شاید سبب شود که کمک برای پیشانی ما ترش باشه. اگر نه تلاش ما در امی است تا خوش باشیم، تا دوستا خوش باشن و خوش ببینن و خوش برداشت شود و خوش عمل شود. بحث ما امروز آنچه که در صفحه فیسبوک نوشتم، نهالشانی و ارزشان در اسلام. سه بحث ما انشاءالله در این جمعه و در دو جمعه بعد مناسبتی هست. یک بحث داریم در ارتباط به امی مزخرفاتی که در نوروز هست، مخصوصا کسانی که نامزاد می باشند، امی لباس آوردن و مایی آوردن و جلبی آوردن و گپایی که هست، ایره هم به بحث می گیریم و بحث جمعه بعدیش هم مناسبت هست. دیگه به او خاطر موضوع سه جمعه ما مشخص شده. امروز چون نزدیک به ماه حمل هست و تاریخ 13 ماه حوت هست، 17 روز به ماه حمل مانده، ببینیم که اسلام عزیز چی توصیه هایی دارد تا ما را متوجه مسئولیت های ما در راستای سرسبزی هم بگردانه و گشتانده. دین اسلام دینی است که از هر لحاظ کامل هست، یعنی نهالشانی هم ارزش و جایگاه خاص خود داره. 488 فراموش نکنین، کلید 4 و بعدش 8 افشار بدین. هر سوالی که داشتین به شکل پیام صوتی بر ما بگذارین. صفحه فیسبوک ما همچنان اسلام فاصله و فاصله قرآن در خدمت شما هست. آیاتی که در ارتباط با موضوع انتخاب شده از 21 تا 25 سوره بقره پاره اول. جناب استاد آیات تلاوت میکنن، بعدش انشاءالله سوالاتی که در راستای موضوع هست میپرسیم. تمنای همراهیتان دارم تا پایان برنامه. بفرمایید جناب استاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق الله العظيم. گیاهان و درختان سهمی بسزا و نقش بسیار مهم در زندگی بشر دارند. تلطیف هوا، تعادل دمای محیط، حفاظت از خاک و تأمین بخشی از مواد غذایی مورد نیاز انسان اندکی از سودمندی های فراوان آنهاست.
بحث ما امروز نهالشانی و ارزشان در اسلام هست. خب جناب استاد بفرمایید ترجمه تفسیر آیت مبارک. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند کریم در این پنج آیت، اول در دو آیت اولش موضوع توحید اشاره میکنن، دوم در آیت دوم پنج دلایل عقلی بر وجود خدا، و در آیت سوم در رابطه با صداقت قرآن، اعجاز قرآن و صداقت پیغمبر اسلام به حساب اشاره میشه و کسایی که خدا و پیغمبر قرآن قبول کردن مکافاتشان و کسایی که نکردن مجازاتشان، و در قسمت بشارت به اون مسلمانایی که تابع شریعت بودن خداوند کریم جنت های را نصیبشان میکنه که زیر درخت هایشان آب روان، که مسئله درخت می، مسئله نهالشانی و ارزششان، که یک خود درخت یکی از نعمت های خدایی است در دنیا و در آخرت، و در آخرت در زیر سایه عرشش زیر سایه درخت ها مثلا مسلمان ها قرار می گیرند. در این رابطه همین موضوع را بحث می کنم. جناب استاد با معذرت، یعنی آنقدر مهم است که در پهلوی نعمت های جنت یکی درخت یاد بله بله بله. در آیت اول خداوند کریم امر می کنند که یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، ای مردم بندگی کنین. ببینن کلمه خطاب عام است، قرآن کتاب جهانی است، قانون اساسی جهان بشریت است و تمام افراد بشریت خطاب میکنن که پروردگارتان عبادت بکنین. او پروردگاری که الذی خلقکم خالق شماست، والذین من قبلکم که خالق شما و دیگر کسایی که آبا و اجداد و کسایی که پیش شما گذشته، لعلکم تتقون تا که شما پرهیزگار باشید. مسئله دعوای توحید است که شما در عبادت توحید ربوبیت، الوهیت و اسماء و صفات به خدا شریک قرار ندین. تعریف خدا را میکنن، الذی جعل لکم الارض، امو قدرت های خدا را که قرار داد برای شما زمین را، من حیث فرش، و السماء بناء، و آسمان را من حیث سقف، و انزل من السماء ماء، و سیوم چی است که فرود آورد از آسمان آب باران، باز چارم فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پس بیرون آورد به سبب باران از چی از ثمرات میوه های مختلف رزق لکم برای رزق خوردن شما. پس این دلایل قدرت خدا را که میبینین، فلا تجعلوا لله اندادا، پس از خدا حیا بکنین، حق خدا را ادا بکنین، با خدا کسی را شریک مسازید. فلا تجعلوا لله اندادا، لذا کسی را در مقابل با خدا قرار ندهید. در مسئله انواع شرک اعتقادی، عملی، فعلی، حکم اجتناب بکنید. و انتم تعلمون، در حالی که شما میدانید که کارهایی را که مثلا زمین پیدا کردن، آسمان من حیث سقف باران کردن و میوجات برای شما، میوجات گوناگونی را برای شما پیدا کردن، غیر از خدا کس نمیتونه. پس به مو دلایل قدرت خدا عقیده داشته باشین. در آیت بعدی در رابطه با صداقت پیغمبر اسلام، اثبات رسالت پیغمبر اسلام توسط اعجاز قرآن کریم اشاره میکنه، و این کنتم فی ریب مما نزلنا، و اگر شما در شک هستید از کلامی که ما بر بنده خود نازل کردیم، یعنی قرآن پاک بالای پیغمبر اسلام، فاتو بصورت من مثلی، پس بیاورد شما ای مشرکین عرب، ای علمای یهود، یک سوره مانند از اینی قرآن که در فصاحت و بلاغت اخبار عن الغیب باشه، وادعوا شهداءكم من دون الله، و بخوانید مددگاران خود را، دیگه علما را بخواین به حساب که شما را حمایت بکنن، این کنتم صادقین، اگر شما راستگو هستین. اینجا تحدی، اعلان مناظره، و پیغمبرها میگفتن که کتاب کتاب خدا نیست. پس خداوند کریم به خاطر اعجاز میگه اگر کدام شک و شبه دارین در مسائل توحید، انزال امین نزول قرآن کریم بالای پیغمبر، پس شما عالم هستین، فصیح بلیغ هستین، مثل از یک سوره بره. فإن لم تفعلوا، پس اگر چنین نکردین، ولن تفعلوا، و هرگز نمیتوانید کرد، فاتقوا النار، پس از خدا بترسین. این کلام کلام بشر نیست، این کلام خداست، پیغمبر پیغمبر برحق است. فاتقوا النار التي، و بترسید از آتش دوزخ توسط قبولیت ایمان. ایمان بیارین از آتش دوزخ نجات میکنین. و ایت دوزخی که وقودها الناس والحجاره، آتش افروزی آن مردم و سنگ هاست، اما مشرکین و دیگر بت ها من حیث خس و خاشاک از او به حساب در دوزخ سوختانده میشه. و عدت الکافرین، و امی دوزخ برای کفار و منافقین آماده شده. در آیت اخیر خداوند کریم با مو کسایی که ایمان به توحید، به صداقت پیغمبر اسلام، به اثبات رسالتش، به قرآن عمل کردن، مکافات از اونها را در آخرت و در دنیا بیان میکنه. و بشر الذین آمنوا، و مژده بده به کسانی را که ایمان آوردن، آمنوا ایمان شریع مطابق قرآن و سنت، و عملوا صالحات، و اعمال شایسته کردن مطابق سنت پیغمبر اسلام و خلفای راشدین صحابه کرام، ان لهم جنات، برای آنها باغ‌هایی است
که جاری می شود تجری من تحت الانهار از زیر درختان آنها جوی های آب کلما رزقوا منها من ثمرت رزقا چون برسد به آنان از آنجا میوه برای خوردن قالوا هذا الذي رزقنا من قبل میوجات که میبینن همو میوجات مثلا سیب انار و دیگه میگن که اینا رو ما در دنیا خوردیم از لحاظ شکلیات از لحاظ ظاهری ولیکن لذت و مزه ذائقش تفاوت داره من قبل و اوتو به متشابهن و داده میشه با آنها میوه به یک شکل اکثر میوجات کلش به یک شکل میباشه ولیکن لذت و ذائقش فرق میکنن و لهم فیها ازواج مطهره غیر از باغ ها و میوجات میوه های مختلف و گوناگون که برشان داده میشه خانم های زنان پاکیزه که از نجاست ها و پلید های ظاهری و باطنی مثل مدفوع حیض و نفاس و از بدخویی بیوفایی پاک هستند و هم فیها خالدون و با آنها همین نعمت های آخرت هم به حساب مقطعی نیست فنا نمیشه همیشه در بهشت همین میوجات و همچنان حوریین خانم های ازواج مطهرات با اونها داده میشه سلامت باشین تشکر نایب صدیقی جواد سادات محمود حیدری احمد ظاهر جویا رضا عارفی سحر میر سادات منصور آریان نصرت الله قادری سید یوسف عباسی و فیصل عمری و بعضی دیگه از دوستا هستند که سوال مطرح کردن در صفحه فیسبوک اسلام قرآن اما سوالاتشان بیرون از موضوع هست وگذار میکنیم برای هفته بعد اگر در راستای موضوع سوال دارین در متنی که نوشته کردیم کمنت کنین سوال شما اگر راجع به نهالشانی هست و یا سرسبزی هست سوالتان را در کمنت متن ما بنویسید ما سوالتان مطرح میکنم سوالاتی که بیرون از موضوع هست باشه بر هفته بعد 488 بعدش کلید 4 فشار بدین و بعدش 8 هر سوالی که داشتین به شکل پیام صوتی بگذارین سوالاتتون را یادداشت میکنیم صفحه فیسبوک ما اسلام فاصله و فاصله قرآن هست با نزدیک به 23000 لایک و شماره تماس واتساپ ما 0782224710 بحث ما در این مقطع نهالشانی و ارزشان در اسلام هست خب جناب استاد پیش از اینکه سوالاتی که در یادداشت هست یک دو چیز در ذهن من گشت یکی که در سابق جناب استاد از سابق دیده میشه از نسلای شاید 50 سال پیش 40 سال پیش در یک زمین یک شخص پیدا میشه چندین درخت میوه‌دار میشاند و ایره به نام وخم خطاب میکرد یعنی به این معنی که از این مردم عام میتونست استفاده کنه راه گذر چوپان و یا هر شخص دیگه از میوهش استفاده کنه از سایش استفاده کنه حتی از برگش از شیزی درخت استفاده کنه این فرهنگ فعلا در شرایط فعلی بیخی یک قسم به حاشیه رفته و ما نمیبینیم که یک کس در شرایط فعلی پیدا شه و یک جای یک چند نهال غرس کنه و به عنوان وخم را خطاب کنه و بگه که بر مردم عام است میشه که از این استفاده کنن میشه کمی آفت شما ریشه یابی کنین که چرا در شرایط فعلی چنین شده ببینین دوری از فرهنگ اسلامی بله. اسلام شناسی کسایی که قبلا بودن اونها نسبت به اسلام بینش اسلامیشان تعالیم اسلامیشان پابندی به شریعت و بو به اون فرهنگ اسلامی خود استقامت داشتن در حدیث حضرت جابر رضی الله عنه روایت است که پیغمبر اسلام میفرمایند که هر کسی که یک نهال غرس میکنن نهال مسمر و از او انسان یا حیوان یا پرنده استفاده میکنه خداوند کریم به او صدقه میده و حتی در سابق ببینید در بغل یا جوار جوی های عام درخت های توت، سنجد و غیره به خاطر وقف و این یک اصل شریع است، اصل دینی، صدقه جاریه که در دیگه حدیث شریف از حضرت انس بن مالک رضی الله عنه روایت است هفت چیز است که بعد از مرگ انسان به او ثوابش میرسه مسئله علم است، یک عالم و شاگرد تربیه بکنن مسئله نهر جوی به حساب بخاطر عامل منفعت چاکندن، نهل غرس نهال و همچنان بنای مسجد، نشر مصحف قرآن کریم و آخر ولد صالح بنان غرس نهال یکی از چیزهای صدقه جاریه است که بخاطر وقف که انسان بکنن ثوابش به امو مرده به حساب میرسه سلامت، یعنی امتو ذهنیت ها وجود داره جناب استاد که در این شرایط فعلی ما میبینیم که امی مورد بسیار به نظر حقیر دیده میشه یعنی من مطمئن هستم که زمانی که شاید در پرده تلویزیون دوستایی دیده باشن که امروز موضوع ما نهالشانی است شاید گفته باشن این موضوع چی؟ یعنی این نیاز به بحث نداره ما در دو مورد کوتاهی تمام داریم یکی در حفظ محیط زیست شاید ناپاکی ها را یک کس پیپسی میخوره یک برگر میخوره کاغذش
روی سرک میندازن و همو چیز باطلیش در روی سرک میندازن. این مورد هم بسیار زیاد شده در کشور، وسط کشور، نه تنها وسط شهر کابل و در غرض نهال. خب همه کوتاه هستیم اساسا. من به میومری که دارم تاریخ نشده که من یک درخت غرض کرده باشم. این از خود شروع کنیم. بله. این فرهنگ میشه گفت که به حاشیه رفته. این مورد باید جناب سیرا صاحبی بینه که دین اسلام دین کامل، جامع، دستورالعمل زندگی، الحمدلله در بخش های مختلف، عرصه های مختلف با پیروان خود توصیه و ارشادات دارد. بله. در حفظ محیط زیست، در غرس نهال، خود پیغمبر اسلام درخت خرمای عجوه را خودش غرس کرد. و امر کردند که به حساب خود غرس نهال و احیای فرهنگ نهالشانی در واقع یک سرمایه گذاری در طبیعت است. و این سرمایه گذاری که هیچ زیان پذیر نیست و ماندگار است، باقیدار است و حتی انسان هم فواید دنیوی داره هم اخروی. در فواید با دیگر انسان به اساس تعالیم اسلام در برابر طبیعت ما مسئولیت داریم. بله. یک از اهداف خلقت انسان ها چی است؟ اعمار وطن، اعمار زمین، هو الذی انشأکم من الارض و استعمرکم فیها. بله. و دیگر فواید نهالشانی که باز بعدا ذکر میکنیم از لحاظ علم اکولوژی، علم محیط زیست، زراعت، خیلی فواید زیاد داره از لحاظ اقتصادی و غیره. بسیار خوب، بسیار خوب، تشکر. یک سوال دیگه هم مطرح کنم، باز میم سر سوال های یاداشت. این درخت سبز قطع کردن ای گناه داره یا نداره؟ در وقتی که به حساب ضرورت باشه، ضرورت باشه اشکالی نداره. اما در وقتی که درخت میوه است، در وقت حاصل میوه است، باید از اون میوهش استفاده شه. در وقت ضرورت مثلا به خاطر آبادی خانه و دیگه چیزاش که با مشکل سلامت نداره. باشین. خوب بفرمایید نکات کلیدی آیت مبارکه. بسیار کوتاه که چندین سال هست جناب استاد. ببینید نکات کلیدی که در آیت شریف مسئله ارزش توحید، ایمان به صداقت پیغمبر اسلام و صداقت قرآن کریم. و ببینید که در سابق به مشرکین عرب و فصحا و بلغا یک اعلان مناظره کردند که مثل قرآن بیارین یا ده سورت یا یک سورت نتوانستند. به کفار جهان که فعلا در قرن 21 است، پیام از آیت نکات کلیدیشی است، بین از خدا حیا بکنین. دین حق دین اسلام است. بله. اما پیغمبرتان که عیسی علیه السلام در سپاری 28 سوره صف با شما ارشاد کردن که بعد از ما پیغمبر میام، این بعد اسمه احمد، به او پیروی بکنین باز ارمان خواهد کردین. یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا رسولا. اگر شما به هیچ فکر هستین که ما دین خدا را خاموش میکنیم، از بین میبریم، در مقابل مقدسات دین شاعر اسلام توطئه ها میکنین، این ارمان را به گور ببرید. چرا؟ از خاطر خدا گفتن یریدون لیطفی و نور الله بی افواهیم و یعب الله الا یتم نوره و دعو شهداکم. هر چقدر تهاجم و فرهنگی، این دین از خود حامی و حافظ داره. انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون لا یعتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفیه. اینا دروازه اسلام باز است. پیش از اینکه شما پشیمان شین، رو به ما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بین به اسلام مشرف شین، خدا شما را دو اجر میده. و دوم مسئله چی است؟ کسی که اسلام قبول کردن، مسئله مکافاتشان در بهشت، جنات. و در این مسئله اشارتاً مسئله ارزش نهاله، یکی از نعمتایی است. ببینین هم در دنیا و در هم آخرت به مسلمان ها اهمیت موضوع نهال شانی را، غرس نهال است که یک سنت پیغمبر اسلام است و ما در برابر طبیعت یک مسئولیت داریم. بله. در حفظ و نگهداشت است. حفظ محیط زیست هم یک مضمونی است در اسلام. مضمون آخری مضمون اسلام که در امون حدیث که الیمان و بدعون و سبعون شعبتن، مضمون اولش که مضمون عقیده و ادناها اماتت الازا عن التاریخ. بله بله. مسئله حفظ محیط زیست. در حفظ محیط زیست غرس نهال چقدر ارزش کامل داره، نقش بسزایی داره. من حیث یک مسلمان باید ما شما در این رابطه به حساب چی کنیم؟ امون وظایف و مسئولیت هایی را که در لحاظ شریع قانونی داریم انجام بدیم. و دیگه اصول مناظره را در اینجا ذکر میکنه. اگر شما کدام دلیل دارین، بین دلیلی که مان از آیات قرآن حدیث باشه. قناعت بتین یا قناعت بکنین. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. دلایل عقلی و منطقی بگوین، کار بکنین، نمو تحلیل بکنین، تحلیل درست که بر اساسات قرآن و حدیث باشه. سلامت باشین. خب حدیثی که ما در ارتباط به ارزش نهال از پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم داشته باشیم، بیش شما بیان کنید بشنیم. در روایت اسلامی در کتب صحاح سته خیلی روایت آمده. خود طور مختصر چهار حدیث است، به الفاظ مختصر ذکر میکنیم. از حضرت جابر رضی الله عنه روایت است که هر مسلمانی که نهال غرس بکنن و او درخت مسمر باشه یا غیر مسمر باشه، که انسان، حیوان، پرنده از او استفاده بکنن، برش صدقه است. و دیگه حدیث ابی ایوب انصاری رضی الله عنه روایت است که هر
مسلمان که یک درخت غرس بکنن، درخت مسمر میوجات، در هر سال به اندازی از اون میویش خداوند کریم به او حسنه میده. و در دیگه حدیث از حضرت انس بن مالک رضی الله عنه روایت است، میگه اگر کدام فسیله یک نهال چه در دست شما بود و دمی وقت آوازی ازی بود که قیام قیامت میشه، شما اگر ما قدر فرصت داشتین که این نهال غرس کنین، اول این نهال غرس کنین. اهمیت موضوع. و دیگه خود پیغمبر اسلام نهال غرس کردن در مدینه منوره، درخت خرمای عجوه که به دست مبارک به حساب. و همچنان در حدیث انس بن مالک در مو هفت چیزی که قبلا ذکر کردیم که بعد از مرگ انسان با ثوابش به او میرسه، مسئله علم است، عالمی که شاگرد تربیه بکنن، مسئله نهر به حساب جوی آب عام با مردم جور میکنن با عامل منفعت، چای آب به حساب، یا مسئله غرس نهال، و دیگه مسئله بنای مسجد، نشر توزیع قرآن کریم، و دیگه آخری ولد صالح. تشکر جواد صادق. جناب صادق پرسیدن که خود درخت موجود زنده جان هست، اگر نگهداری از این شوه از ازرارش پرسیدن، یعنی درختشان نمیشه از اون نگهداری نمیشه، بفرمایید. ببینن از نقطه نظر شریعت وقتی که میان که غرس نهال در پالوی زین غرس کردنش حفاظتش هم ضرور است. و از نقطه نظر شریعت یکی از رسالت ایمانی و هدف خلقت انسانات چی است؟ هو الذی انشأکم من الارض و استعمرکم فیها. مسئله خود درخت، نشاندنش، غرسش یک بعد قضیه، حفاظتش هم ضرور. سلامت. خب چندین سوال از جناب استاد میخواییم کوتاه بشنیم. خب از دیدگاه علم اکولوژی و محیط زیست، غرس نهال چقدر مفاد میتونه داشته باشه؟ علمای علم اکولوژی و علمای محیط زیست میگن که تقریبا یک درخت 5 ساله در حدود بر 18 نفر اکسیژن تولید میکنه. در حفظ محیط زیست، این مظهر آبادانی است، مظهر سبزی است، مظهر زندگی است، در موجب آسایش و رفاه انسان میشن و فلتر هوا و طبیعت است و این چیزای مهم است، خصوصا در مسئله حوادث که زلزله میشه یا در مسئله سیلاب مانع سیلاب میشن، خیلی فواید در. و دیگه از بعد اقتصادی اگر فکر کنیم، مسئله بعد اقتصادیشم خیلی فواید داره. مسئولیت ملت در کل چی است در ارتباط به غرس نهال جناب استاد؟ به هر مسلمان لازم است، به هر افغان که با فرارسیدن فصل بهار در این امر خیر با مسئولین شهروالی های ولایت خود، ادارات دولتی کمک و همکاری بکنن در غرس نهال، در ترویج امی فرهنگ نهالشانی. امر شرعی است، امر قانونی است، و ما تاک بتانیم که یک کشور آباد، سرسبز و همچنان در حسنات خود در آخرت بیفزاییم. سلامت باشین. خب بسیار کوتاه اگر پیام آیات مبارک به هم بگوید. پیام از آیات چیستن؟ که نهالشانی و ارزشان در اسلام یک اصل مهم است. اسلام امر کرده، یک سنت پیغمبر اسلام است. در سبسازی و در آبادی وطن خیلی رول کلیدی داره. سلامت باشین. تشکر. همکارا چند دقیقه فرصت داریم؟ فرصت هست با ما؟ سلامت باشین. تشکر. اگر کوتاه در این مورد جناب استاد در حد یک دقیقه از شما بشنویم که به خاطر ترویج فرهنگ شما کدام راهکاری را پیشنهاد میکنید؟ به خاطر ترویج از این فرهنگ، اول آگاهی کامل از چی؟ از شریعت، از اساسات دین اسلام، یک که یک اصل دینی است، پیغمبر خودش امر کرده، به خاطر صحت انسان، به خاطر محیطی که ما شما زیست میکنیم، همین در برابر محیط ما مسئولیت داریم در حفظ و نگهداریش. و همچنان ادارات دولتی به خاطر تنویر اذهان هر افغان به حساب امی خود مسئله نهالشانی، یک سرمایه گذاری در طبیعت است. این حال وطن خانه مشترک ماست، در خاطر با خاطر آبادی سرسبزیش همه ما مسئولیت داریم. یک مشکل دیگه هم از جناب استاد با مزرعه حرف دانا گرفتم که با ریاست سرسبزی ولایت ما همکار نیستیم، یعنی میبینیم اونا غرس میکنن، حالا اقلا میشه که امور اگه آباد نمیکنیم خراب کنیم. امی فرهنگ که خانه خانه مشترک ماست، این نهال نهال ماست، باید غرس حفظ و نگهداری شه در آبادی سرسبزی و حفظ محیط زیست رول اساسی مناسب. قربان شما سید. شما با سلامت باشین. تشکر جناب استاد. منابع طبیعی بر اساس آموزه های اسلامی موجودات زنده به شمار می روند و از حق حیات و حقوق ویژه برخوردارند که باید محترم شمرده شوند. غرس نهال به معنی سرمایه گذاری در طبیعت می باشد. چنان سرمایه گذاریه که هیچگاه زیان نمی پذیرد. به پایان بحث رسیدیم. دوست عزیز، راه های ارتباطی شما با ما.
شماره تماس واتساپ ما و شماره واره هفته وار. اگر سوالی دارین به شماره هم میشه که در واتساپ پیام کنین و هم پیام بگذارین از تلفن یادی 0782-22-47-10 488 همچنان در خدمت شما هست از طریق شبکه‌های روشن و اتصالات. بعدش کلید 4 افشار بدین و بعدش 8 کسی نیست که با شما صحبت کنه. هر سوالی که داشتین به شکل پیام صوتی بگذارین، ما در خدمت شما. صفحه فیسبوک ما با نزدیک به 3000 لایک اسلام فاصله و فاصله قرآن در پروفایل شخص ما هست. چندین صفحه بنام ما جور شده، امیدوار هستم که سفرش رو نکنین. هر سوال و نظری که بود ما در خدمت شما هستیم. تا دیدار بعد، شما را به خداوند یکتا امانت میکنم. الله نگهدار.